صحبت‌های جنجالی ترامپ در مورد برداشتن تحریم‌های ایران و افزایش روابط با ایران و روسیه. سلام، امروان هم ویژه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومد. خب ترامپ امروز در باشگاه اقتصاد نیویورک صحبت‌های جنجالی رو در مورد وضعیت دلار و آینده‌اش و همینطور تحریم‌هایی که علیه ایران و روسیه یه چند سال اخیر تصویب شده صحبتهایی رو انجام داد و گفتش که بلافاصله بعد از رئیس جمهور شدن کلیه این تحریم ها رو لغو میکنم و سعی میکنم که روابط دوستانه با ایران و چین و روسیه برقرار بکنم. ترامپ در این سخنرانیش گفت من حامی تحریم ایران بودم و یکی از افرادی بودم که این تحریم ها رو حتی تشدید هم کردم، ولی الان حس میکنم که این به ضرر ارزش دلاره و به نوعی ما داریم از ایران شکست میکنیم، چون ارزش دلار ما با این شرایط روابط دچار تنش میشه و به ارزش دلار صدمه وارد میشه. مشکلاتی هست که ما با تحریم ها داریم، در حالی که من خودم از تحریم ها استفاده میکردم، ولی من خیلی سریع این تحریم ها رو بر میدارم، چون که آخرش این تحریم ها دلار رو از بین میبره. این تحریم ها هر چیزی که دلار رو نمایندگی میکنه رو هم از بین خواهد بود، در حالی که باید همچنان ارز جهانی رو داشته باشیم. به نظرم این خیلی مهمه. به نظر ما توی این تحریم هایی که علیه ایران و روسیه تصویب کردیم، جدا از فشاری که به اونها وارد شد، ما هم یک جنگ رو به خاطر افت ارزش دلار باختیم. ما باید همه تلاشمون رو بکنیم که دلار رو به عنوان ارز جهانی همچنان نگه داریم. اگه این معادله رو ببازیم و دلار به عنوان یه ارز جهانی از معاملات جهان کنار گذاشته بشه، ما هم تبدیل به یه کشور جهان سومی میشیم. من خیلی قوی از تحریم‌های مختلف علیه کشورهایی که مستحق تحریم بودن استفاده میکردم، ولی این تحریم‌ها رو بعد از رئیس جمهور شدنم برمی‌دارم. آمریکا الان در حال شکست خوردن از کشورهایی مثل ایران و روسیه هستش، چون اونها دارن تلاش میکنن که ارز خودشون رو به عنوان ارز مسلط بر جهان تبدیل بکنن. مشابه این صحبت ها رو ترامپ حدوداً چند ماه پیش هم انجام داده بود و از آینده نگران کننده دلار و کاهش ارزش اون و کنار گذاشته شدن از معاملات جهانی صحبت کرده بود. ترامپ توی کارزار انتخاباتیش گفته بود که اگر رئیس جمهور آمریکا بشه، تمام تحریم ها رو علیه ایران و روسیه لغو بود. ترامپ حتی توی صحبتاش به تلاش‌های گروه بریکس هم اشاره داشتش و گفته بودش که ما نباید بذاریم گروه بریکس ارز خودشون رو وارد معاملات جهانی بکنه. در پی تلاش مداوم گروه بریکس برای تضعیف ارزش دلار، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده اعلام کرده بود که تحریم‌های آمریکا به ارزش دلار آسیب می‌زنه. ترامپ در سخنرانی اخیر خودم اعلام کرده بود که در صورت پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر، تمامی تحریم‌ها علیه روسیه و ایران رو لغو خواهد کرد. استفاده از دلار به عنوان ابزار تحریم در سال‌های اخیر باعث شده بود که کشورهای زیادی به سمت کاهش وابستگی به دلار حرکت بکنند. این روند عمدتاً توسط کشورهای عضو بریکس هدایت می‌شد. از سال 2022 تحریم‌های غرب باعث شد که مسکو به دنبال افزایش تجارت با ارزهای محلی باشد. با توجه به تلاش این اتحاد اقتصادی برای ایجاد سیستم پرداخت مستقل خود، لغو این تحریم‌ها قطعاً تحولی جالب در این زمینه خواهد. ترامپ توی صحبت‌هایی که چند ماه پیش انجام داده بود اظهار داشتش که تحریم‌ها در نهایت دلار رو و حتی هر آنچه که نماینده دلار هستش از بین می‌برد. او همچنین بر اهمیت حفظ موقعیت دلار تاکید کرد و افزود ما باید به حفظ دلار به عنوان ارز جهانی ادامه دهیم. فکر میکنم این مهمه. صحبت‌های دونالد ترامپ در حالی مطرح میشه که طبق گزارش‌های شورای آتلانتیک، سهم جهانی دلار به عنوان ذخیره ارزی جهان در سال 2024 به 58% کاهش یافته. این آمار نشون میده که تهدید جدی موقعیت دلار در رأس نظام مالی جهانه. تلاش‌های گروه بریکس برای کاهش وابستگی به دلار و ایجاد سیستم مالی مستقل چالش جدی برای سلطه دلار ایجاد کرد. در این میان اظهارات ترامپ مبنی بر لغو تحریم‌ها
در صورت پیروزی در انتخابات هم میتونه تحولات جدیدی رو در عرصه اقتصادی ایجاد بکنه. ترامپ خودش هم که میدونه لغو تحریم ها میتونه تو کوتاه مدت خیلی به تقویت جایگاه دلار کمک بکنه، اما روند جهانی کاهش وابستگی به دلار رو همچنان ادامه خواهد داد. این موضوع نیازمند استراتژی بلند مدت برای حفظ جایگاه دلار در اقتصاد جهانی است. خیلی از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج از کشور قبل از انتخابات آمریکا از گزینه بهتر برای جمهوری اسلامی صحبت می‌کردند و با توجه به شرایطی که در دوره 4 ساله اول ترامپ برای ایران اتفاق افتاد و فشارهای زیادی که از بعد اقتصادی و تحریم‌ها برای ایران ایجاد شده بود، دونالد ترامپ رو کابوس جمهوری اسلامی می‌دونستند و معتقد بودند برنده شدن ترامپ اوضاع رو برای ایران بدتر هم خواهد کرد. ولی خب از طرف دیگه خیلی هم ترامپ رو فرد کاسبی می‌دونستان و معتقد بودن مسئولان حکومت الان با توجه به شرایط کشور با یه آدم کاسب راحت‌تر می‌تونن کنار بیان و بهش باج بدن و ازش امتیاز بگیرن. و پیش بینی می‌کردن که اگر ترامپ برنده انتخابات بشه، احتمالاً شرایط برای ایران بهتر هم خواهد شد. ترامپ در اولین صحبتش بعد از پیروزی در انتخابات، صحبت‌های کوتاهی رو هم درباره بحران خاورمیانه انجام داده بود و گفته بود که جنگ رو در سرتاسر جهان به خصوص خاورمیانه و اوکراین به پایان میرسونه و روابط آمریکا رو با کشورهای این منطقه افزایش میده. ترامپ قبل‌تر هم صحبتهایی رو در مصاحبه‌های انتخاباتیش درباره ایران انجام داده بود و گفته بود من برای مردم ایران بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم و آرزوی موفقیت برای حکومت ایران دارم. من همیشه از پیشرفتشون خوشحال میشم، ولی به هیچ وجه به اونها اجازه نخواهم داد که به سلاح هسته‌ای دستیابی پیدا کنند. اون حتی درباره تغییر رژیم ایران هم صحبت کرد و گفت ما قدرت تغییر دادن یه رژیم رو در کشور دیگه نخواهیم داشت. ما حتی قادر به تغییر ساختار کشور خودمون هم نیستیم. چرا؟ چه برسه به این که بخوایم در جای دیگه جهان چیزی رو تغییر بدیم. خب رفقا، حتما نظراتتون رو راجع به این صحبت‌های دونالد ترامپ برامون تو بخش کامنت‌ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. به نظرتون آیا دونالد ترامپ بعد در ماه‌های آینده تحریم‌هایی که علیه ایران تصویب کرده رو کمتر خواهد کرد یا نه شرایط بدتر از 4 سال قبل هم خواهد شد؟ حتما نظراتتون رو کامنت بکنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد می‌کنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.